یاد دادی دور چشات بگردم، من درس عاشق شدن و صدف دوره کردم، من درس عاشق شدن و صدف دوره کردم. همیشه عاشق تو هم عشق همیشه گیری، تو بهتری خاطره تموم زندگیمی. چه حال خوبی دارم از وقت دلم با هاته، این روز آرزوی من شنیدن صداته. همیشه عاشق تو هم عشق همیشه گیری، تو بهتری خاطره تموم زندگیمی. چه حال خوبی دارم از وقت دلم با هاته، این روز آرزوی من شنیدن صداته، شنیدن صداته. شنبه از تلویزیون ITN ساعت 7:45 دقیقه PM به وقت لس آنجلس پخش میشه با تکرار 7:45 دقیقه AM Wednesday دعوت بکنم. به امید دیدار یکایک شما از تلویزیون ITN از April 1st. Much love and peace. See you then. با گرمترین سلام ها به همه شما دوستان عزیز، سوری یزدی برنت هستم. صبح، بعد از ظهر و شب فوق العاده خوبی رو برای همتون آرزو میکنم و همینطور در اول برنامه میخوام عید نوروز رو به یکایک شما تبریک بگم. و چون امسال سال اسب هستش دیگه، همه ما امسال رو میخوایم با توانایی کامل و قدرت هرچه بیشتر پیش بریم. خب دوستان عزیز، این اولین برنامه من در تلویزیون ITN هستش و امیدوار هستم که دوستان پستش رو روی فیسبوک من که سودی برنت هستش دیدین، مشاهده کردین و همینطور تلویزیون ITN لطف کردن، سعی کردن تا اونجایی که امکان داره به شما اطلاع بدن برای این برنامه. در ضمن فریبای عزیز ازش تشکر میکنم که در اتاق فرمان امروز داره برنامه رو سویچ میکنه و به زودی شماره استودیو رو برای شما دوستان عزیز میذاره. اگر که سوال دارین در زمینه ورزش، تغذیه، دیگه داستانهای روحی و روانی، و در اول این برنامه چون ممکنه که ما یه سری بیننده جدید داشته باشیم و من رو نشناسین، یک بار دیگه اسم من سودی یزدی برنت هستش. من تمام عمرم رو از زمان تولد تا به حال پرسونال ترینینگ میکردم، یعنی اینکه مربی ورزش هستم که یک با یک با شما کار میکنم که چطور به هیکل دلخواهتون برسین از نظر روحی و روانی و تغذیه و همه این داستانا. در این حال کار لایف کوچینگ میکنم و اون هم به این معنی هستش که اگر شما دوستان در زندگیتون گم شدین یا اینکه به یک نحوی به مشکلاتی پیش میخورین یا یک گره هایی توی زندگیتون افتاده که نمیدونین که چطور اینها رو از بین ببرین، در اون صورت میتونین با من تماس بگیرین. من جلسه، اگر که در لس آنجلس تشریف دارین، در قلب لس آنجلس که میتونین بیان پیش خود من که حضوری با من سشن داشته باشین. اگر در شهرهای نورتن کالیفرنیا هستین، بازم میتونین درایو بکنین به اینجا بیان. و در غیر این صورت اگر شما در هر کجای دنیا که هستین که از نظر مکانی و فضایی دور هستیم، میتونیم از طریق اسکایپ، از طریق تلفن با همدیگه این سشن رو داشته باشیم. خب دوستان، برنامه رو شروع میکنم راجع به سابجکت مورد علاقه همه ما و اون کاهش وزن هستش. همونطوری که ما میدونیم اکثر ماها در یک دوره یا یک زمانی تصمیم میگیریم که میخوایم هیکل به هیکل دلخواهمون برسیم، یا اینکه ما خودمون وزنمون زیاده، اضافه وزن داریم میخوایم کم بکنیم، یا اینکه یک کسانی دور و بر ما تمام عمرشون یک مقدار خیلی زیادی انرژیشون گذاشته میشه سر اینکه وزنشون رو کم بکنن یا اینکه به هیکل دلخواه برسن.
در واقع میخوام بگم که برای من که حدود سالیان سال هستش که دارم این کار رو انجام میدم، در اوایل بیشتر کار من روی این بود که چطور شما ورزش بکنین، حرکت ورزشی شما چطور باشه، چه تغذیه‌ای داشته باشین و بعد اینکه چه ساپلمنت هایی استفاده بکنین که اون ساپلمنت ها کمک بکنه به شما که سریعتر به هیکل دلخواهتون برسین. خب اما همونطور که میدونیم ما در هر شغلی که داریم و کار میکنیم، هرچی که زمان میگذره خب ما تجربه‌مون بیشتر میشه، با افراد بیشتر کار میکنیم، بعد اون رشته کاری ما ریفاین تر میشه، مشکلاتی رو که بهش در اول ممکنه متوجهش نبودیم بهش پی میبریم و خورده خورده ما بیشتر دستمون میاد. خب پس بنابراین در این چندین سالی که من این کارو کردم، مثل این که توی یکی برنامه هم گفتم در این 25 سالی که من این کارو کردم، یکی برامون روی فیسبوک پست گذاشته بود که شما خودتون مگه چند سالتونه از زمان تولد داشتین ترینینگ میکردین؟ ولی نه، کلا و بدون شوخی 25 ساله که من دارم این کار رو در لس آنجلس در امریکا انجام میدم. ولی زمانی که من شروع کردم، بعد از یک دورانی متوجه شدم دوستان درسته که ورزش و تغذیه فوق‌العاده مهم هستش، اما مهمتر از اون اینه که من چجوری فکر میکنم. خب پس امروز بعد از این همه زمان و با اینکه من اون نیچشو واقعا پیدا کردم و ریفاینش کردم، متوجه شدم که قبل از هر چیزی ما انسان‌ها باید متوجه بشیم که من فقط ذهنم نیستم، فقط بدن فیزیکیم نیستم و فقط احساساتم نیستم. خب پس به طور کلی من امروز تیچینگ من یا چیزی که درس میدم اینه که ما انسان‌ها شامل 4 لایه هستیم که از بالا که شروع بکنیم میگیم spiritual body که میشه بدن عرفانی اگر بتونیم اسمش رو بذاریم، بعد میشه mental body بدن ذهنی، بعد میشه emotional body بدن احساسی و بعد میشه physical body که همون بدن فیزیکی میشه. پس در واقع ما یک خونه ای هستیم که 4 تا اتاق داره و این 4 تا اتاق باید روزانه بهش یه سری زده بشه، باید ازش نگهداری بشه تا اینکه ما تمام این خونه اون بالانس یا تعادلش رو بتونه حفظ بکنه. خب پس بنابراین اگر که شما فقط روی بدن فیزیکیتون کار بکنین و اون 3 تا بدن دیگر رو با احساسات خودتون در تماس نباشین، فکر شما مرتباً در حال فکر کردن هستین، فکرهایی که مثبت نیستن بلکه منفی هستن، به شما دلشوره و دلهوره میده، شما رو به هم میریزه. اگر از نظر عرفانی با کریئتر، با خداوند، با این دنیا ما یکی نیستیم و اون رابطه‌مون 100% و کاملا وصل نیستش، پس بنابراین ما مشکلات رو در قسمت‌های مختلف زندگیمون می‌بینیم. پس اگر که اجازه بدین من از لایه بالا شروع بکنم که بدن عرفانی هستش و بعد یکی یکی به طرف پایین بیام. خب وقتی که من میگم راجع به بدن عرفانی یعنی چی؟ یعنی اینکه آیا من معتقد هستم و باور دارم که خداوند یا به عنوان کریئتر این دنیا در زیر دست یکی یا به یک جوری به وجود اومده، درسته؟ پس اونی که خب یه سری از افراد ATS هستن و میگن نه خدا وجود نداره و من به هیچی معتقد نیستم و تمام این داستان ها، ما با اونها کاری نداریم. کلن باور من یا اعتقاد من این هستش که ماها دارای یک خالق هستیم که این دنیا و این کهکشان ها و تمام این چیزهایی رو که این هوشیاری شعور ذهنی رو که از سالیان میلیون ها سال پیش بوده و امروز هم هست و بیلیون ها سال دیگه هم ادامه خواهد داشت، پس این یک چیزی بوده که ما به اسم کریئتر یا به اسم خداوند میذاریم. حالا اگر که من خودم رو با این یکی میبینم و باور دارم که من هم همون خصوصیت ها رو دارم که در واقع قابلیت خلق کردن دارم، من بخشنده هستم، من تمام بدن فیزیکی من به طور کلی و عمیقا تشکیل از نور و
لایت و عشق هستش، اگر تمام اینها رو من باور داشته باشم و به طور کلی بتونم احساس بکنم و لمس بکنم، زندگی من یک دید و یک نور دیگه میگیره، چون بعد از اون برمیگرده به ذهن من یا منتال بادی. پس در ذهن ما میدونیم که روانشناسی هم این رو توضیح میده که یک سری از ماها اصلا از زمان تولدمون خوشحال به دنیا آمدیم. اون مسئله ژنتیکی که شما میدونین که اگر فرزند شما پدرتون مادرتون نمیدونم مادر بزرگ یا تا چندین جنریشن قبلی شما افسردگی داشتن یا انگزایتی داشتن، اون میتونه هنوز هم در شما، در وجود شما وجود داشته باشه و اون احساسات رو به وجود بیاره، درسته؟ پس بنابراین یک سری از افراد از زمان تولدشون خوشحالتر به دنیا میان، یه سری غمگینتر و افسرده تر هستن. و بعد از اون اولین باری که ما میام در این دنیا، وقتی که شروع میکنیم دوروبرمون رو که اولین خانوادهمون، خانواده ما در واقع پدر، مادر، خواهر و برادر هست، با اونها در واقع در تماس هستیم، اتفاقی که میفته این هستش که ما انرژی های اونها رو مرتبا میگیریم و چیزهای خصوصیت هایی که اونها دارن که ممکنه همون دو مرتبه یکی از اونها افسردگی باشه، یکی دیگه obsessive compulsive disorder یا وسواس باشه، تمام اینها رو ما یکی یکی به خودمون میگیریم و بهش مالکیت میدیم و فکر میکنیم که این احساسات ما هستیم. خب پس اگر که از زمان تولد ذهن من در واقع میتونست قابلیت این رشد فکری رو داشت، من رو از تمام این احساسات و این انرژی های مختلف که به من تعلق نداشت میتونست جدا بکنه. ولی متاسفانه زمان تولد ما هنوز اون هوشیاری یا اون شعور ذهنی ما میتونیم بگیم که هنوز کامل نشده، درسته؟ پس بنابراین ماها اون چیزی میشیم که فکر میکنیم و همونطور که میدونیم کتاب Think and Grow Rich، دیگه نمیدونم Secret، تمام اینها مهمترین چیزی که گفتن چی بود؟ همین قضیه بود: You become what you think about. شما اون چیزی میشین که فکر میکنین. پس بنابراین اگر که حالا من بخوام اینو بیارمش و به جنبه چاقی یا لاغری شما ربطش بدم، اگر که ما اون چیزی میشیم که فکر میکنیم، پس اگر من مرتبا خودم رو چاق میبینم، اگر مرتبا تمرکز من میره روی پامو که دوست ندارم، نمیدونم رونم چاقه یا دستم آویزونه یا سینم آویزون شده، این چیزها رو اگر من روش تمرکز میکنم، انرژی بیشتری من به اون میدم و در نتیجه ما میدونیم که این انرژی مثبتی نیست و احساس خوبی رو در من به وجود نمیاره. حالا اگر این سناریو رو برعکسش بکنیم، اگر من مرتبا خودم رو خوش قیافه ببینم، اگر من مرتبا خودم رو اون هیکلی که دوست دارم ببینم، چی میشه؟ هیکل من یواش یواش، حتی اگر که من اضافه وزن هم دارم، با مرتبا خودم رو اون هیکل ایدئالم دیدم، ذهن من و ضمیر ناخودآگاه من متوجه میشه که من چه هدفی دارم، کجا میخوام برم، و بعد من رو یواش یواش با مرور زمان به اونجا میبره. اوکی؟ پس فکر ما فوق‌العاده مهمه دوستان. فکر ما ما رو میسازه، بدن فیزیکی ما رو میسازه، واقعیت ما رو میسازه، ریالیتی ما رو میسازه. و امروز بود داشتم، امروز چون یه روز هیجان انگیزه یه جوری برای من و به خاطر اینکه چند تا اتفاق قراره پشت سر هم دیگه بیفته، بعضی وقتا ما یهو بدون اینکه متوجه بشیم میفتیم توی حوادث زندگی. و امروز خب چیزای یه مقدار پشت سر هم داشت اتفاق می افتاد و من یه مقدار اوورولم شده بودم. یه دفعه به خودم اومدم، مثل این که یهو یه تلنگر خوردم که انرژی عوض شده و یه حالت انکشسنس، احساس چیز به هم دست داده و افتادم، خارج شدم از اون ورتکس یا اون آرامشی که معمولا دارم. به محضی که متوجه شدم که ایوا من یه خورده امروز انکشسم و داره چیز میشه، فوری پیش خودم شروع کردم فکر کردم که من اصلا برای چی اینجا هستم؟
آیا این حوادثی که امروز داره اتفاق میفته یا فردا قرار اتفاق بیفته، امروز من باید نگرانش باشم؟ فردا که هنوز نیومده. پس معنی این که من در این لحظه هستم یعنی چی؟ یعنی که من در همین لحظه هستم و این در این لحظه هم من دارم رانندگی میکنم، هیچ مسئله مهمی نیست. اتفاقاتی که فردا قرار بیفته من فردا باهاش دیل میکنم، یه کاری در موردش انجام میدم، ولی امروز در این لحظه من هیچ دلیلی نداره که بخوام نگران باشم. و دو مرتبه پیش خودم فکر کردم که اصلا هدف اصلی که من اومدم توی این دنیا چیه؟ هدف اصلی نیستش که من الان استرسات بکنم به خاطر این چند تا موقعیتی که پشت سر هم دیگه داره اتفاق میفته. پس به جای اینکه تمرکزم بیفته روی این اتفاقات کوچیکی که ذهن من در واقع اونها رو بزرگ کرده و اون احساس انگزایتی یا استرس رو در من به وجود آورده، با متوجه شدن اون من پیش خودم فکر کردم که آیا این سوال خیلی مهمه دوستان، اگر در موقعی که ما خیلی استرس آد هستیم از خودمون بپرسیم که آیا یک هفته دیگه، یک ماه دیگه یا یک سال دیگه این اتفاق امروز هیچ اهمیتی داره یا نداره. و بعد متوجه شدم که واقعا این اتفاقات کوچیکی که من الان توی سرم بزرگ کردم حتی یک هفته دیگه ممکنه هیچ اهمیتی نداشته باشه. پس به محضی که من متوجه شدم، یه شیفت کردم در خودم و دو مرتبه اون احساس آرامشه، اون احساس خوشحالی، اون اینر پیس، اون احساس خوب درونی دو مرتبه در من به وجود اومد. و بعد به خاطر اینکه من همیشه هر اتفاقی که میفته، هر چیزی که میشه، فکر میکنم که چطور میتونم، خیلی در هیجانم که بخوام به دیگران اون رو بدم، پیش خودم فکر کردم که اگر من میتونستم این مسئله رو به دیگران بدم، با اونها، که اونها هم بتونن از این وسیله استفاده بکنن، چقدر خوب میشه. خب برای همین الان خوشحالم که این یادم افتاد که به شما دوستان بگم که در زمانی که فوق‌العاده استرس اوت میشین، پیش خودتون فکر بکنین که آیا این مسئله انقدر واقعا بزرگه یا اینکه من در ذهن خودم بزرگش کردم. آیا یک هفته دیگه، یک ماه دیگه، یک سال دیگه این مسئله امروز هیچ نقشی در زندگی من داره، هیچ چیزی رو، احساسی رو در من به وجود میاره یا نه؟ و سوال کلیدی بعدی اینه که من برای چی به این دنیا اومدم؟ پس اگر من متوجه سوال اصلیه میشم، اون لنزم رو بازتر میکنم و متوجه میشم که من اومدم اینجا که به تکامل روحی برسم. پس تمام این اتفاقات کوچیکی که در طول روز برای من اتفاق میفته فقط امتحانه یا یک درسه که من چجوری اونها رو باهاشون کنار میام، چجوری اونها رو حلشون میکنم. و چه زمانی من قبول میشم؟ زمانی که من عکس العمل نسبت بهش نشون نمیدم، فوری متوجه میشم که این اون فیلم سینمایی است. توی سی دی های عرفان من توضیح دادم، نمیدونم عرفان یکه یا عرفان دوه، که هر زمانی که من متوجه میشم که این زندگیه که اتفاق میفته در بیرون فقط یک ایلوژنه، یک تصویر ذهنیه و واقعی نیستش، بنابراین من به جای اینکه هر لحظه بیفتم توی اون قضیه با هر صحنه اون بالا و پایین بشم، عقب میشینم و فقط این رو به شکل یک فیلم سینمایی نگاه میکنم. و در اون زمان من متوجه میشم که من هنرپیشه این فیلم نیستم، من فقط تماشاچی هستم، من تماشاگر هستم که این اتفاقات رو نگاه میکنم. خب برگردیم سر قضیه کاهش وزنم. پس بنابراین ما متوجه شدیم که اون زمانی که من از نظر
عرفانی وصل هستم با این دنیا، خودم رو یکی میبینم و خودم رو جدا از این دنیا نمیبینم. وقتی که هر روزم رو شروع میکنم با شکرگزاری و قدردانی از چیزهایی که در زندگی من هست، وقتی که هر اتفاقی که در زندگی من میفته من تشکر میکنم که این بهترین اتفاقیه که افتاده در زندگی من، چون من بهتر نمیدونم، پس در نتیجه چیه؟ تمام اینها طرز فکر من یا ذهن من رو عوض میکنه، درسته؟ پس من شروع میکنم وقتی روزم با قدردانی شروع میشه، وقتی تمرکزم میره روی تمام چیزهایی که در زندگی من هست به جای چیزهایی که نیست یا کمبودها یا قحطی یا نمیدونم اکانومی خراب، وقتی که من به اون چیزها فکر نمیکنم فقط شکرگزاری میکنم، بنابراین ذهن من که الان داره فکر مثبت میکنه، حالا اون افکار ترانسفر میشه به بدن احساسی من. پس افکار مثبت من، قدردانی من، شکرگزاری من، رضایت من قاعدتا احساس خوبی در من به وجود میاره، درسته؟ و همونطور که قبلا توضیح دادم و حتما شما خودتون هم میدونین، گفتیم که در ضمیر ناخودآگاه ما که در واقع تمام اطلاعات از زمان که من به عنوان یک جنین در شکم مادرم هستم، تمام اتفاقاتی که بر من افتاده، ضمیر ناخودآگاه من اینها رو ثبت کرده. پس در واقع ضمیر ناخودآگاه مثل یک هارد درایو میمونه. هارد درایو همون چیزه که وقتی که شما فیلم میگیرین یا هر چیزی، یه هارد درایو دارین که همه اینا رو میریزین روش. بنابراین ضمیر ناخودآگاه ما هم مثل یک هارد درایو میمونه که بی نهایت فضا داره. پس هر چیزی که از زمانی که من جنین هستم من احساس کردم، فکر کردم، اتفاق افتاده، توی این هارد درایو بایگانی شده. خب و هر چیزی رو که من در ضمیر خودآگاه هم به خاطر نمیارم یا متوجهش نمیشم یا آگاهی ازش ندارم، در ضمیر ناخودآگاه من هست. پس بنابراین هر زمانی که من میخوام به یک هدفی برسم، احساس، ایموشنز از همه چی مهمتره. یعنی اینکه ضمیر ناخودآگاه من با احساس کار میکنه. پس اگر من مرتباً از بدنم راضی هستم، اون هیکل ایدئال، اون چیزی رو که میخوام میبینم و مرتباً خوشحالم نسبت به اون و خوشحالم کلن نسبت به زندگی، زندگی رو سخت نمیگیرم، چی میشه؟ Law Attraction، قانون جاذبه یا ضمیر ناخودآگاه، همه اینها با احساس کار میکنن. پس اگر من این سیکرت رو بگیرم که هر چیزی که من توی زندگی میخوام داشته باشم انقدر کار کردن سخت نیست، فعالیت بیشتر نیست. من دوستان واقعا متاسف میشم وقتی که میبینم افراد خیلی سخت کار میکنن و ساعت‌های زیادی رو میذارن و وقتی هم که من باشون صحبت میکنم میگم خب چه انقدر سخت کار میکنین، همه چی انتخابه، نمیگیرن که واقعا انتخابه یعنی چی. همه فکر میکنن که هرچی من بیشتر سخت تر کار بکنم پول بیشتر برام میاد، در صورتی که اون بیشتر کار کردن باعث میشه که ماها به اندازه کافی زمان برای تفریح، برای اینکه با خانوادمون، با عشقمون، با دوستامون نذاریم. بنابراین ناخودآگاه ما چیکار میکنیم؟ ناخودآگاه شروع میکنیم انسانهای unhappy میشیم، ناراحتتری هستیم، به اندازه کافی خوشحال نیستیم. و اگر که این دوستان ما که خیلی کار، یعنی فکر میکنن که کار زیاد کردن باعث میشه که اینا بتونن زندگیشون رو بهتر بچرخونن، یا وقتی که من بهشون میگم you have a choice، شما حق انتخاب دارین، این شما این که انتخاب کردین این همه ساعت زیاد کار بکنین، این همه بدو بدو بکنین،
نمیگیرم. حالا برای شما بینندگان عزیز من که میگیرین، من الان بهتون میگم زندگی فرمولش فوق‌العاده ساده است. ما انسان‌ها همه چی رو سختش میکنیم. پس هر چیزی رو که شما تو زندگیتون میخواین، هیکل مورد علاقتونه، عشق میخواین، سولمیتتون رو میخواین، پول و ثروت میخواین، خونه ی آنچناری میخواین، اگر شما 24 ساعت احساس خوب بکنین و ببینین که شما دارین اونو زندگی میکنین، ببینین که هیکل دلخواهتون رو دارین، شما زودتر میتونین چیزا رو جذب کنین تا اینکه 18 ساعت در روز کار بکنین، تا اینکه 3 ساعت توی باشگاه ورزش بکنین، تا اینکه کالوری بشمارین، چی تو دهنتون میذارین چی نمیذارین. گارت؟ پس بنابراین مهمترین مسئله احساسه. سریع ترین متدی که شما لاغر میشین اینه که آرامش اعصاب داشته باشین، مرتباً بخندین، به زندگی بخندین، به اتفاقاتی که میفته بخندین، با همه مهربون باشین، به همه عشق داشته باشین، به این زندگی عشق داشته باشین و هر لحظه فکر کنین که این زندگی یه هدیه است و شما نمیدونین که این هدیه تا چه موقعی هستش، چون کنترل دست ما نیست. برعکس اینکه ما انسان ها هممون فکر میکنیم که کنترل دست ماست و ما میتونیم موقعیت ها و افراد و زندگی رو کنترل بکنیم، از این خبرها نیست دوستان عزیز. پس شما از یک ثانیه دیگه تون هم خبر ندارین. یکی از دوستان من پسر جوونشون رفت مکزیک، یه غذا خورد اونجا، مسمومیت غذایی گرفت، برگشت اومد امریکا، 2 هفته در کما بود و مرد. از این اتفاقا همینجوری داره چپ و راست میفته. پس ما که نمیدونیم چقدر تو این دنیا هستیم، چرا انقدر فکر آینده رو میکنیم؟ چرا امروز رو خراب میکنیم؟ انقدر کار زیادی میکنیم که فکر میکنیم که قراره آیندهی بشه یا دوستان یه چیزی بهتون بگم خیالاتون رو راحت بکنم. هر وقت که فکر کردین میخواین فکر آیندهتون باشین، بدونین که دارین اشتباه میکنین، چون آیندهی وجود نداره. پس این لحظه رو بچسبین، در این لحظه احساس خوبی بکنین، در این لحظه احساس رضایت بکنین، در این لحظه احساس آرامش بکنین و لحظه های بعد رو این لحظه می سازه. ولی اگر شما در گذشته باشین و اگر نگران آینده باشین، هیچ وقت این لحظه واقعی رو زندگی نمی کنین. اوکی؟ پس بنابراین سیکرت رسیدن و به دست آوردن همه چیزهایی که ما می خواهیم در این لحظه بودنه، عاشق زندگی و همه چی بودنه، احساس رضایت کردنه، شکر گذاریه. و حالا میریم توی قسمت بدن فیزیکی. بدن فیزیکی ما دوستان، ما انسان ها باید متوجه بشیم که ما انسان ها هر کدوممون تک به تک واقعا با همدیگه فرق میکنیم. پس بنابراین یک رژیم روی همه کار نمیکنه، یک متد ورزش روی همه کار نمیکنه، چون هر کدوم از ماها برای خودمون یک سیستمی داریم، یک فرم بدنی داریم، یک نوع بلاد تایپ داریم. پس همه چی با هم دیگه فرق میکنه. اوکی؟ ولی به طور کلی وقتی که شما میخوان وزن کم بکنین، اولین چیزی رو که میخوان رعایت بکنین که خواب شبتون خوب باشه، چون اگر که شما 7 ساعت 8 ساعت خواب خوب نداشته باشین، هورمون های شما به هم میریزه، تمام قدرت ترشحشون به هم میریزه، احساس خستگی شما باعث میشه که روز بعد انرژی کم بیارین و مرتبا اون کمبود انرژی رو بخوان با شکر، با کاربوهیدرات، با کافئین بیشتر بخوان بالا بیارین. اوکی؟ پس بنابراین خواب شب خوب یکی از مهمترین مسائل برای کاهش وزن شما.
دوم این که کربوهیدرات ها به طور کلی به خودشون خیلی آب جمع میکنن. کربوهیدرات ها منظورمون چی میشه؟ نون و برنج و پاستا و ماکارانی و سیب زمینی و تمام کارب های نشاسته ای. اینا در واقع کاری که میکنن وقتی که ما زیاد میخوریم و بعد میوه هم در طول روز میخوریم، بعد نمیدونم یه تیکه باقلوا میخوریم و نمیدونم عسل میریزیم توی چایمون و دوتا کشمش میخوریم با چایمون و تمام این داستانا، چی میشه؟ هر وقت که ما شکر میخوریم، قند و شکر میخوریم، کربوهیدرات میخوریم، اینا شکسته میشن و به فرم گلوکوز در میان. گلوکوز وقتی که زیادی در خون به چرخش میفته چه اتفاقی میفته؟ بدن ما احساس میکنه که در خطره. در نتیجه بدن شروع میکنه انسولین ترشح میکنه که اون انسولین اون گلوکوز یا قند اضافی رو از بدن ما خارج بکنه. اوکی؟ من خط دارم عزیز. اوکی. پس بنابراین وقتی که گلوکوز زیادی در بدن من ترشح میشه چی میشه؟ باعث میشه که بدن من بیشتر چربی ذخیره بکنه. اوکی؟ پس بنابراین اگر که شما میخواین وزن کم بکنین، باید در اول قند و شکر، مواد قندی و شکری رو حذف بکنین. دومی که میزان مواد نشاسته یا کربوهیدراتی رو که میخورین کم بشه. پس در نتیجه شما میخواین چیکار بکنین؟ میخواین میزان پروتئینتون رو بیشتر بکنین. پروتئین چیه؟ پروتئین گوشتای حیوانیان، لبنیات، تخم و مرغ و غذاهای دریایی، ماهی، خرچنگ، بوقلمون و همه اینها. پس بنابراین پروتئین ها چند تا کار انجام میدن. یکی این که گلوکوز درشون نیست، البته راجب ماست و پنیر و شیر صحبت نمی کنم، راجب گوشت و تخم و مرغ و غذای دریایی صحبت می کنم. به خاطر اینکه اینا قند درشون نیستش، پس با قند خون من بازی نمی کنن. درسته؟ کار دوم پروتئین ها این هستش که پروتئین ها وقتی شکسته میشن به فرم امینو اسید در میان. امینو اسید ها کارهای فوق العاده زیادی انجام میدن برای بدن ما. یک این که عضله میسازن، یا این که جلوگیری میکنن از این که من عضلم رو سریع از دست بدم. همونطوری که همیشه از من شنیدین و حتما خودتونم اطلاع دارین، عضله اجاق گاز متابولیسم یا سوخت و ساز بدن من هستش. اوکی؟ پس هرچی من درصد عضله بیشتری داشته باشم، سوخت و ساز من بیشتره، در نتیجه من سریعتر لاغر میشم و دیرتر وزن اضافه میکنم. اوکی؟ پس بنابراین این یکی. کار دیگه امینو اسید ها این هستش که به دیپرشن، افسردگی من و به آرامش اعصاب من کمک میکنن. کار دیگه امینو اسید ها اینه که غدد رو تنظیم میکنن. مثلا ترشح غدد مثل غده تیروئید که ما میدونیم که بالا بودن، کم کار بودن یا پرکار بودن غده تیروئید 100% میتونه روی اضافه وزن من یا کمبود وزن من اثر بذاره. خب پس امینو اسید ها همه این خاصیت ها رو دارن. پس برای اینکه یک رژیم خیلی ساده بهتون بدم، شما صبحتون رو با پروتئین شروع میکنین. پروتئینتون میتونه تخم مرغ باشه به هر فرم و شکلی. تخم مرغ شما میتونین به صورت املت با هر چیزی که اسمش سبزیه غیر نشاسته‌ایه، مثل گل کلم و نمیدونم کرفس و براکلی و شوید و گشنیز و فلفل و تمام اینا رو میتونین خورد بکنین، با تخم مرغ قاطی بکنین، این بشه صبحونه شما بدون نون و بدون کربوهیدرات. ناهارتون رو دو مرتبه میتونین یه ظرف بزرگ سالاد درست بکنین با فرزن ماهی که ماهی، بوقلمون یا مرغی که کبابی میشه، پخته میشه، آب پز میشه یا به هر فرمی
شامتون هم دو مرتبه میتونه یه سوپ ساده سبزی باشه، یعنی هر چیزی که اسمش سبزی هسته شما به صورت سوپ در میاریم. تا اینجا هستیم دوستان، اگر که برین روی وبسایت من، فریبا جون اینفورمیشن من نوشته شده چون من نمیبینم وبسایتم اینا هست. آره مرسی، there we go، مرسی فریبا جون. اوکی پس بنابراین دوستان وبسایت نوشته شده sudabe.com sudabh.com. برای همه دوستانی که خارج از ایران هستین میتونین برین روی وبسایت من. روی وبسایت شما اولش 16 عدد دیویدی ورزشی میبینین که از ورزش 1 exercise number 1 تا 16 هست. تمام دیویدی های ورزش من به زبان فارسی هستن، همشون با وزنه دستی هست، منهای بذاریم ببینم، یک وزنه داره، دو وزنه داره، سه وزنه، چهار وزنه، پنج وزنه، هفت کیک باکسین هستش که وزنه نداره، ده یوگاس که وزنه نداره، یازده دوازده چربی سوز، سیزده تایچیه که یه مدلی مثل یوگا میمونه که وزنه نداره، 15 رقص عربیه که باز دوباره وزنه نداره. به غیر از اون همه دیویدی ها 60 دقیقه هستن. سریع ترین متدی که شما میتونین وزن کم بکنین، اگر زیر دستتون افتاده، نمیدونم میخواین یه قسمتی از بدنتون رو سفت بکنین، تمام اون دیویدی ها این کار رو برای شما انجام میدن. به غیر از اون دیویدی تغذیه داریم، نوتریشن دیویدی، استرس دیویدی که دیویدی استرس و انگزایتی هست، موتیویشن دیویدی، دیویدی انگیزه است. دیگه چی داریم؟ مدیتیشن، سه تا مدیتیشن داریم، مدیتیشن عادیه، مدیتیشن سلف لاف که عشق به خوده، مدیتیشن ویت لاس که مدیتیشن برای کاهش وزن هستش. دیگه سی دی های سپرچوالیتی شماره یک، سپرچوالیتی شماره دو، عرفان یک، عرفان دو، لاف ان اویکنینگ عشق و بیداری. دیگه الان تو خاطرم نیست، لطف بکنین خودتون برین روی وبسایت میبینین. در ضمن وقتی که اونها رو بکشین پایین، ساپلمنت ها هست، امینو اسید هست، دیتاکس برای پاکسازی هست و چیزهای مختلف. فریبا جان میتونیم یه چند دقیقه دیویدی ورزش نگاه بکنیم؟ مرسی دوستان، میریم چند دقیقه دیویدی ورزش نگاه میکنیم، برمیگردیم.